ما 4 تا عکس داریم استاد 33 چرخشایی و 2 تا ویدیو، ببینیم زمان چگونه به ما پروانه خواهد داد و کارگردان عزیز برنامه با نشون دادن هر کدوم از عکس ها به من یاری خواهد رسوند که مطرح کنیم. بله همین اولیش درسته، خیلی خوب. همین عرض کنم خدمت استاد 33 چرخشایی، امشب میخوام در این رابطه امروز صحبت کنم که ما 45 ساله اگر باختیم و داریم میبازیم، 1400 ساله اگر باختیم و داریم میبازیم و فردا هم خواهیم باخت اگه بین عرضی بنده توجه نشه، اون اینه که ما همیشه با توپ دشمن بازی میکنیم. یعنی دشمن از موقعی که سادات تازی رو به جای کوروش و داریوش و هخامنشیان و مادها و اشکانیان با تبلیغاتشون که روم پشت سرش بود برای ما اومدن مقدس کردن و ما امامزاده ساختیم از قاتلهای خودمون و کوروش ها رو در بیابان ها رها کردیم، تا الان این قضیه ادامه داره. اون قضیه اینه که خبر برای ما رژیم میسازه و ما میریم تو جو خبری که رژیم برای ما ساخته و سر مردم رو خود ما گرم میکنیم. الان جنگ گرگ ها در داخل نظام بالا گرفته به خاطر اینکه اینها بایستی امسال رهبر خودشون رو، جانشین رهبری رو انتخاب کنن و جانشین رهبری که بخواد انتخاب کنن خب زد و بندهای بسیاری است که شده و میشه و خواهد شد. و در این بین هست که ما میبینیم همین خبر که آقای دکتر قرقزلو نقل کرد، پخشش کرد، میبینیم از انگلستان یا اسرار مهم و محرمانه و پشت پرده سپاه پاسداران بیرون میاد در رابطه با کشتن نیکای عزیزم، نیکای نازنینی که با سوزاندن روسری خودش که تو همین گزارش بی بی سی نشون داده میشه، امشب اینجا وقت نیست ما نشون بدیم، واقعا یک مسیر تازی رو باز کرد. آقای رئیسی، همینی که شما اشاره کردین سفرهایی که داشته، رئیسی استاد 33 چرخشایی اخیرا یک راز مهمی رو فاش کرد. اون راز مهم اینه که رمال درمانی رئیس قوه قضاییه کشور، یعنی رئیس قوه قضاییه کشور، این محسنی اژه‌ای، عکسش هم می‌بینید اگه یک کمی بیارن عکس پایین آهانیا کنین، این محسنی اژه‌ای است که دارید می‌بینید با این رفیق ما، رفیق شما لس آنجلس، همه ایشون می‌شناسن، ایشون دکتر علی اکبر اکبری است که شعبده باز بود، پاریس پیش منم بود و بعد رفت به ایران و سرصدای بزرگی انجام داد به عنوان رمال درمانی، یعنی درمان میکنه با از این میبینید دستش میکشه رو اژه‌ای. این اژه‌ای است، این اژه‌ای است که با لباس شخصی، لباس آخوندی تنش نیست. و اخیرا با حکم اعدام تعلیق شده و منحل شده توماج صالحی، رئیسی گفته که این رو عمدن اجرایی کرده در پی موفقیت های سفر من به خارج از کشور، چون در سفری که به خارج از کشور رفت هزینه های زیادی رفته بودن، تبلیغات زیادی شد و غیره. رئیسی اعلام کرده که قوه قضایی از زمان شاهرودی که عراقی بود تا لاریجانی که پیدا شد، خود رژیم گفت جاسوس به انگلیس میده و چه و چه، رئیسی میگه من از قوه قضاییه بیرون کردم چون میخواستن جاسوس ها بیان سر کار و جاسوس بزرگ همین الان محسنی جیس. اینو داره رئیسی میگه، من نمیگم، شما نمیگین، رئیسی میگه که ما هر کار خوبی که انجام میدیم در جهان صدا میکنه، یا قوه قضاییه میاد با یک حکمی که باطل شده، حکم تو ماج صالحی رو لغو کرده دیوان عالی کشور، اینا میان دوباره این رو مطرح میکنن که بخوان اعدامش کنن و در سطح جان آبروی ما رو میبرن و ما رو منفور میکنن. این صحبت های رئیسی خیلی جالبه به خاطر که استاد 33 چرخشایی در نظر داشته باشید که مورد دیگه مربوط میشه به حسین خمینی. اون عکس دوتا سید که پایین هست لطفا اگه مرزی کنید، حسین خمینی نوه خمینی، فرزند مصطفی خمینی، مادرش، بله ایشون مادرش پریروز فوت کرد و اینجا میبینیم با پسر عموش یعنی بچه احمد داره دعوا میکنه و چون من خبر دارم اینجا دعوا میکنه با این. و چرا؟ چون این حسین خمینی استاد 33 چرخشایی، من بهش دوستش دارم و میشناسمش، ایشون در 44 سال پیش وقتی همه خواب بودن، وقتی رژیم داشت سردارای
و قهرمانان ارتش شانشهر یکی یکی اعدام میکرد و هنوز قتل عام دیگران شروع نشده بود سال 60، یعنی سال 59 بود. حسین خمینی رو من دعوت کردم به مشهد و آوردمش مشهد، در مسجد گوهرشاد براش سخنرانی من گذاشتم و حدود 10,000 نفر اونجا حضور داشتم. درست چند ماه بعد از انقلاب سیاه بود. اونجا حسین خمینی، نوه خمینی، همین فردی که دیدید عکسشو، ایشون که مادرش تازگی از دست داده، خانم معصومه حائری، زنی بود که حجابش هم رعایت نمی‌کرد، زنی بود که بچه دو تا بچه خوب رو پرورش داد، دو تا از بچه‌هاش فوت کرده بودن در کودکی، این دوتا، این حسین و خواهرش مریم. مریم الان یکی از مفاخر دانشگاهی در خارج از کشور، استاد دانشگاه است و پزشک است. حسین رو ولی از همون سخنرانی که من براش در مشهد گذاشتم، و ایشون از همونجا اولین کسی بود، استاد سیروس شرفشاهی، اولین، اون موقع همه با خمینی لاس می‌زدن، همه با خمینی خوشبش می‌کردن، اینا نوش یعنی همین حسین خمینی در مسجد گوهرشاد انتقاد شدید به پدرش کرد و حمله شدید به خمینی کرد و بت رو موقعی که اون شکست، تازه بعد سالها ماها گذشت که دیگر نیروهای تند و انقلابی تونستن بیان تو صحنه و به خمینی انتقاد کنن. همونجا که اومد پایین، ما با هم داشتیم میرفتیم که سوار ماشین بشیم بریم تو مسجد گوهرشاد، دو تا حزب الله اومدن جلو بهش بعد و بیرا گفتن، این یوها یک کلت هفتیر کمری داشت کشید بیرون، گفت برو گمشو که میکشمه دارن. یعنی این شجاعت یک فرد رو میخوام بهتون بگم، نسبت به بیشرفی بیبخاری میلیون ها نفری که تو این 44 سال حسین همه چیز از دست داد. استاد سیروس شرفشاهی، حسین خواهرش که مجبور شد از کشور، مریم خارج بشه، حسین در داخل کشور موند و محروم شد از همه چیز، تحریم شده از همه چیز. الان هم فقط چون مادرش فوت کرده بود این عکس ازش پخش کردن، و ولی بقیه ما میبینیم به چه منصبهایی رسیدن، خصوصا این که شمخانی که اینقدر ما در این برنامه با شما در مورد کارهای خلافش و جناییش صحبت کردیم، بچه برادرش رو جنگ گرک ها رفته بالا، بچه برادرش رو بازداشت کردن پریروز به جرم دزدی و فساد، و این اول یک کار بسیار خوبی است، اول کار بسیار خوبی است که همین گزارشی که بی بی سی منتشر کرده، عکسی که الان می‌بینید که گزارش مفصلش رو دکتر قرقوزلو داد، این آتش سوزی روسری، آتش به روسری، کاری بود که نیکا شاکرمی مد کرد، و تلویزیون بی بی سی به زبان انگلیسیش در برنامه انگلیسیش امروز اسناد رو نشون داد، اسنادی که خود سپاه پاسداران استاد سیروس شرفشاهی در اختیارش گذاشته، در اختیار بی بی سی گذاشته. امروز در رابطه با فرصت بشه همین بی بی سی و نقشش در ایران و ساختن روحانیت و اینکه بی بی سی است که میتونه اسناد داخلی سپاه پاسداران رو منتشر کنه. و بعد نکته بسیار جالب، نکته بسیار جالب، خبرنگار میپرسه، میگه که ما رفتیم تحقیق هم بکنیم ببینیم ما درست یا نه، یکی از سردارای سپاه رو باهاش صحبت که میکنن، صدای این سردار سپاه هم پخش میشه که میگن آقا این واقعا درسته، میخنده و میگه آره این درسته، نیکا رو بهش تجاوز کردن، یک گروهی بودن از سپاه که اینها بچه‌ها رو میگرفتن میزدن تو همون تظاهرات و بهش تجاوز کردن و حتی کشته شده مردش رو، و این بچه مقاومت کرده با دستای بسته، همون که گزارش شده. یعنی استاد سیروسی شرفشاهی، این خیلی مهمه که امروز که در داخل نظام ما میبینیم اینها به این فلاکت اعلایی رسیدن که رئیسی، رئیس جمهور میاد میگه قوه قضاییه ما همیشه دست صدام حسینی ها و بیگانگان و انگلیسی ها بوده، و لاریجانی رو خود رژیم مامورای اطلاعاتش اومدن مصاحبه کردن با همین تلویزیون و جای دیگه، گفتن یارو انگلیسیه، و محمودی شاهرودی عراقی، عراقی الاصل، 6 ماه قبلی که رئیس قوه قضاییه بشه من اعلام کردم که یک عراقی میخواد رئیس قوه قضاییه بشه، شد و سالها بود. امروز رئیس جمهور خود اینها همین آقای رئیسی
اومده آقای اعدام اومده اعلام کرده که این بابا محسنی اجرایی نوکر بیگانه است و گفته که قوه قضاییه ما دست دشمنه، ما هر موقع که توی مملکت خواستیم یه کاری بکنیم یهو تا صدا کرد اینا از حسادت اومدن و قوه قضاییه یه قوانین یه چیزی رو یک چیز مرده رو زنده کرد. واقعا دقیقا همین جریان توماج ساله عزیزم که میبوسمش، توماج رو دو بار گرفتن و ول کردن استاد سیروس شرفشاهی، حتی یک سال بعد از اینکه حکم اعدامش صادر شده و بعد دیوان عالی کشور تعلیق کرد. اینجا این سخن که رئیسی بگه که قوه قضاییه ما دست دشمنه و اسنادی که بی بی سی منتشر میکنه در این سوا خیلی مهمه. حالا یکی از شخصیت‌های بسیار عزیز که ایشون شخصیت دوم در کشور آلمان هست و رئیس حزب سبزهای آلمان هست، امید نوریپور عزیزم. من دور دارم با امید نوریپور. امید نوریپوری که از اعضای دولت موقت پیشنهادی سیاوش اوستاست، ایشون رئیس حزب سبز آلمانه، یعنی انسان مقتدریه، یکی از کسانی است که کفیل چوماج صالحی شده. اینجا استاد شرفشاهی تو همین یه دقیقه که الان کارگردان عزیز برنامه پخشش میکنه میبینیم پیشنهاد خیلی خوبی میده و تهدید خیلی خوبی میکنه رژیمو، میگه من اگر موی از سر چوماج صالحی کم بشه کاری میکنم که رابطه ایران و آلمان که خیلی حیاتیه برای جمهوری اسلامی، رابطهش با آلمان استاد شرفشاهی خیلی حیاتیه، پول زیادی در میارن دو طرف و از نظر سیاسی اقتصادی قویه. گفته من همه تلاشمو به عنوان رئیس حزب سبزهای آلمان میکنم که این روابط قطع بشه. میشنویم اینو، برمیگردیم در خدمتتون هستم استاد شرفشاهی. درود به مردم آزادی خواه ایران، من امید نوریپور هستم، رئیس حزب سبزهای آلمان. و اون لحظه ای که آقای توماج صالحی رو انداختن زندان، من برای ایشون کفالت سیاسی رو به عهده گرفتم. امروز ما شاهد خبر وحشتناک تایید حکم اعدام ایشون شدیم. توماج صالحی نه فقط یه هنرمند فوق‌العاده است، ایشون صدای حقیقت است. اگه به آهنگای ایشون گوش میکنیم، وقتی که گوش میکنیم که میگه ندیدی سپاه مردم شلیک کرد، ندیدی چه فساد بزرگی در این کشور است، ما میبینیم که ایشون هیچ گناهی نداره جز صحبت کردن راجع به حقیقت. حالا این صدای حقیقت رو میخوان اعدام بکنن. بار دیگر اعدام تنها راه ترس این نظام شده به علیه حقیقت. من اون زمانی که این کفالت رو قبول کردم یه قسم خوردم، یه قول دادم و اینو فقط میخوام تکرار کنم. اگر واقعا اینشون رو اعلام میکنم، تا وقتی که من زنده هستم هر کاری که میتونم خواهم کرد که روابط آلمان و ایران اقتصادی و سیاسی دیگه عادی نشود. و این قسم رو میخورم به خدای حقیقت. زندانیان سیاسی همه باید آزاد بشوند، توماج صالحی هم باید آزاد بشوند. بله، من درود دارم به امید عزیزم. ایشون استاد سیروس شرفشاهی یکی از قدرتمندهای سیاستمداران قدرتمند جهانه و آلمان کشور کوچیکی نیست. آلمان ایشون رئیس حزب سبز هاست، حزب سبز ها در آلمان خیلی قوی است. این سخنی که ایشون گفت که همه تلاشش رو متمرکز میکنه که قطع رابطه بشه ایران و آلمان اگر موی از سر توماج صالحی کم بشه، الان خواب رو از چشمان اینها گرفته. به خاطر همین اینا میان اومدن تازگی یک جو جدید خبری انداختن جلو پای من و شما که ماها رو استهمار و تحمیق، یعنی خیلی عذر میخوام، خرمون بکنن که ما بیریم به این قضیه بپردازیم اینا رو فراموش کنیم. اون صحبتهای اخیر مهدی نصیری است. یک عکسی داریم از مهدی نصیری. این مهدی نصیری اومده گفته که تاجزاده با شاهزاده با هستی متحد بشن. حالا این مهدی نصیری کیه؟ مهدی نصیری ایشون مدیر کیهان شریعت مداری بوده، ایشون با آقای مسعود دهنمکی در انتشار روزنامه ها کار میگرده. نمیدونم بتونن عکس رو کارگردان برنامه بگذاره، عکس مهدی نصیری. و
بله مرسی. اون وقتی رد شد توی عکس ها بود، یعنی توی چهار تا عکس هست. و استاد سیروس شرفشاهی، مهدی نصیری عضو شورای امنیت نظام جمهوری اسلامی بوده. درود برم آقا مهدی، حالت خوبه؟ ایشون البته امروز رفت کانادا چون پسرش اونجا در محمد آقاشون توی یکی از تلویزیون های بسیار مهم و اصلی کانادا کار میکنه. ایشون امروز رفت کانادا، ولی تهرون که بود این رو اعلام کرد، همه دیدید در رسانه ها شنیدید که گفت تاجزاده و شاهزاده بایستی با هم متحد بشن تا این ایران آزاد بشه. خب این خبر رو که ایشون پخش میکنه تا یه مدتی سر همه رو گرم میکنه و همه میگن بابا عجب جالب، از تو دل رژیم آدمایی مثل، بله همین عکس، بله میگن آدمایی مثل مهدی نصیری اومدن چنین پروژه هایی رو مطرح میکنن. این پروژه برای همینی که سر ماها رو گرم کنه، وگرنه تاجزاده مگه کی آقای شرفشاهی؟ اینجا سمت دیگه میبینیم عکس تاجزاده رو که همین ایشون الان هست، خانمش هم فخری خانم خیلی براش تلاش میکنه. ایشون یکی از بنیانگذاران گروه تروریستی فلق در زمان شانشار یامر بوده و از سادات و سیدهایی است که در کادر حکومتی از همون اول بوده. ولی خب اینها هر از چند استاد شرفشاهی موضع‌های و خندق‌های جدیدی رو حفر میکنن که سر من و شما رو گرم کنن که از یه پدیده مهمی که داره پیش میره جلوگیری کنن، که افکار عمومی مردم متوجه نشن، بیان همه تبلیغ کنن، دعوا بکنن، آشتی بکنن، خوشحال بشن، بدحال بشن که آقا ببینین چی خوبم در آورده، شاهزاده با تاجزاده با هم چی بشن. حالا ایشون خودش تاجزاده رو قبول نداره، ایشون خودش بارها در نوشتهاش، در مقالاتش، در رسانه‌هایی که زیر مدیریتش بود به تاجزاده حمله میکرد، ولی این واژه میچسبه، این خبر میچسبه، چون افسارم دست خود اینها باشه، افسار خبری. اولا که شاهزاده وحدت گرا با تاجزاده نیست. حالا اون زمان اصلاحات که بود یه صحبتایشون کرد، ولی این شاهزاده امروز اون شاهزاده اون موقع هم نیست، اینا در خواب ببینن. حالا همه اینها استاد سیروس شرفشاهی سیاستی است که برای اینها استعمار می نویسه و اینها مجریاش هستند و مردم چون آگاهی ندارن، نمیدونن آقای مهدی نصیری کیه، نمیدونن آقای مهدی نصیری خودش یکی از عناصر قوی قوی رسانه‌ای و اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و مشاور علی خامنه‌ای بوده و هست. ایشون مشاور خامنه‌ای بوده آقای شرفشاهی، ایشون کسی بود که خونه آقای خامنه‌ای که میخواست بره بدون رانده و فلان اینا میرفت، همیشه هم زیر بغلش اونطور که من اطلاع دارم پرونده های محرمانه بود که از شورای امنیت گرفته تا روزنامه کیهان تا رسانه ها میبرد پیش خمینی. خب چنین شخصیتی که چشم و گوش خامنه ای بوده بیاد چهار تا سخنرانی رادیکال بکنه و بعد پیش از این که وقت بره کانادا بیاد مطرح بکنه که آره اینا باید متوجه، اینا تله‌هایی است که میخوان جلو پای ما بذارن، خبر رو اونا بسازن. ما تو این 44 سال با مهری از دانپاک تمامی برنامه‌های ما گواه است که خبرساز ما بودیم، هرگز دنبال خبرهای رژیم نرفتیم. حالا برای اینکه استاد سیروس شرفشاهی ببینیم این استعمار از که چگونه وارد تشکیلات ایران شد، خصوصا این روحانیت، این فیلم دیگه یک که ما میبینیم، این فیلمیست که میبینیم با شان کانری و خمینی عکس شروع میشه که شما میبینید شان کانری و خمینی دوتا شبیه هم هستن، چون آقای شرفشاهی هر دوتاشون انگلیسی هن. یعنی آقای خمینی ندارین اون فیلم ها؟ آها فیلمیست شروع وقتانه گویا آقای خمینی، آقای خمینی تبارش انگلیسیه، یعنی تبارش انگلیسیست. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه ویدئوی دوم باید باشه توی ایمیل ها اگرش پیدا بشه، اگر هم نشد ایرادی نداره. عرض کنم خدمتتون پدر بزرگش سیندر سینگ بود که آیت الله مصباح پناهنده شده بود به عراق و از عراق به من تلفن کرد که من میخوام بیام پاریس سالها پیش. من گفتم بابا میخوای بیای الان صدام حسین بهت همه چیز میده، پاس بگی برو هندوستان روی پدر مادر خمینی تحقیق کن، میگین هندیه، میگن
این آرمی که برای جمهوری اسلامی انتخاب کرده، آرم سیک های هندوستانه، دو تا خنجر ایوریه، یه خنجر ایجوریه و اینا. آقای مصباح، احمد مصباح، با این مصباح دیگه فرق کنه، ایشون در آلمان از دنیا رفت، ایشون رفت به آلمان استاد سیروس شرفشاهی و یک تحقیق مستندی انجام داد. وقتی برگشت به پاریس در خانه من، اون موقع ما رادیو داشتیم، من تلویزیون در نیومده بود، ولی برای رادیو که باش مصاحبه کردم فیلم گرفتیم که فیلم الان مشهوره، میلیون ها نفر دیدنش، میتونن ببینن. ایشون گفت من رفتم تحقیق کردم، زادگاه پدر بزرگ خمینی رو پیدا کردم که اینها سیک بودن و از نوکران سرسپرده بریتانیا العظما بر وزن آیت الله العظما بودن و من اونجا فهمیدم که این آرم و زندگی همه این تو پروژه انگلیسی ها بوده. و بعد تأکید میکنه آقای احمد مصباح که از جهان رفته، آیت الله هم بود، ایشون میگه که پدر بزرگ خمینی ره اینها بهش بودجه میدن که بیاد حوزه علمیه قم و مشهد رو بسازه، که آقای حائری پدر بزرگ همین مادر حسین خمینی که گفتیم دیروز فوت کرده، ایشون با پول انگلیس میاد ایران، میره عراق، اونجا حوزه علمی عراق میسازه، از اونجا که حوزه علمی عراق میسازه میاد تو ایران هم میسازه. بعد بعدا در مسافرات های زیادی که میکنه پول برای اینو میاره، پولا رو هم نمیگه انگلیس داده، چون تاریخ اینا مینویسن میگن این یه خانمی بیگم خانم در هندوستان رقاص خانه داره، آقای شرفشاهی فاحشه خانه داره، یعنی محلی داره برای خوشگذرانی، یعنی یک زنی که به قولی فرانسوی هم مادام کلود بوده، خانم پری بلنده بوده، میگن این پولاشه چون شیعه بوده وقف کرده بود برای ترویج اسلام، ولی درست مثل پولایی که الان به اپوزیسیون ها میدن که پولا رو همون آقا گورج سایروس میده، حقوق میده به همه و فلان، پولای خود ما مصادره شده، اون هم پولا رو خود انگلیس اصلا اون جایی که میخواست میده و این حوزه ساخته میشه. پدر بزرگ خمینی میاد در خمینی در یه قلعه میخره، اونجا میمونه، با زن دختر کت خدا عروسی میکنه. بعد پدرش احمد زمان رضا شاه دم تکون میده و خودش جفتک های بیجا میزنه که رضا شاه اینو به دار میزنه، احمد خمینی رو، بابای خمینی رو. بعد از اونجا خمینی و انگلیس کینه میگیرن به رضا شاه که تا به همین امروز مزدوران انگلیس و چپ و خمینی چی ها مخالف خمینی هستن. حالا این فیلمی که نشد ببینیم این رو روایت میکنه که دوستان عزیز میتونن به سایت اینترنتی ما mehtv.org برن ببینن. و نکته مهم دیگه که تو این فیلم هست، با یکی بارها ما گفتیم، سالها گفتیم، نوشتیم، ولی هر روز نو بشه میبینیم که الان خیلی آگاه نیستن. استاد سیروس شرفشاهی، یکی از موارد بسیار مهم این ویدیو که نشد ببینیم اینه که ثابت میکنه این ویدیو که نه تنها خمینی اصلا انگلیسیه، عکسشو با شون کانری برید پیدا کنید توی اینترنت، میبینید دوتا یکی هست، چون از یه تبارن، مثل ما که مثلا اگه عباسی هستیم یا عباسی دیگه پیدا میشه یه جای دیگه باشه، اصلا شبیه همن چون تباریه، یا خیلی از افراد شما میبینید شبیه هم هستن چون تبار یکیست، ریشه یکیست با شون کانری، و شون کانری اصلا میخواست نقش خمینی رو بازی بکنه، اون انگلیسی، این انگلیسی. یکی دیگه استاد سیاه شرفشای مجلسیست، این علامه مجلسی که اولیش فرار میکنه، دو تا بچه‌هاش میمونن در زمان صفویه، شیعه 12 امامی رو میسازن و چندین هزار حدیث و روایت و مزخرفات میارن در خرافات آفرینی در دین، و درست مراسم کلیسا رو برای به صلیب کشیدن عیسی مسیح رو که علم بلند میکنن و اینا رو درست میارن توی ایران، اسلام، تشیع، برای عزاداری برای امام حسین و اینها، یعنی تمام کتل و متل و صلیب بلند کردن به نام علم در عاشورا، تاسوعا و غیره و اینا، همه اینا رو اینا علامه مجلسی که انگلیسیه از انگلیس میاره. پدر بزرگ همین دوتا، پدر دوتا علامه مجلسی که فرار میکنه، شاه عباس میخواد بکشدش، این اصلا انگلیسی، استاد سیروس شرفشاهی، اونم عکسش تو همین فیلم بود که نشد ببینید، چشاش رنگیه، محمد رضا شاه میگفت دوران چشم آبیا، چشم رنگی ها تموم شده، منظورش همینا بود. خمینی که چیپ چشم رنگی و فلانی نداشت، عکساش هست رو اینترنت ببینید، ریش زدش شون کانریه،
یعنی اینها تبارشون هم انگلیسی بود، مجلسی هم تبارش انگلیسی بود، که اینها شیعه 12 امامی رو میسازن، بعد با روحانیت دیگه آیت الله بازی رو و با خمینی انقلاب سیاه میسازن و اینا همش برنامه ریزی شده و نوشته شده و ما فراموشکار. بر همین اساس استاد سیروس شرافشویی، ملت دلیر و فرهیخته ایران بایستی بداند که شما نباید فراموش کنید، نباید ببخشید دشمنو. هر شعر و ترانه و هنرمندی، هر نویسنده و راننده و چدنده ای آمد به شما گفت دیگه آشتی ملی، دیگه میبخشید، دیگه فراموش میکنیم، بدونید دشمنه. اگر خودش دشمن نیست، توسط دشمن خر شده. ما دقیقا دشمن ما که 1400 سال تا به امروز 1001 توته، امشب 4-5 تا توته هاشو بهتون گفتم، برای ما میسازه، ما نباید ببخشیم، نباید فراموش کنیم، وگرنه دوباره همون سیده مقدس میشه، باز همون قاتل های خودمون. تمام امامزاده های ایران، استاد سیروس شرفشاهی، تمام امامزاده ایران سرداران سپاه، قاضیان تازی عرب بودن که مثل همین خمینی، خامنه ای و تمام رژیم اسلامی میلیون ها ایرانی رو کشتن، درست مثل همین آدم ها، درست مثل همین قبر و بارگاهی که الان برای خمینی ساختن. اینا همه خونخواران سرزمین آریایی بودن. خب اینا رو چجوری تو میخوای ببخشی و فراموش بکنی؟ اینجا تأکید باید بشه، هر روزنامه نگار، هر گوینده، هر نویسنده‌ای که بیاد بر این مسیر تبلیغ بکنه، یا دانسته یا ندانسته اینها عضو همین تشکیل. آره همین عکس اگه نشون بدین، نگاه کنین، البته این عکس ببینین، این در یکی از برنامه‌های قدیمی ماست، استاد سیروس شرفشاهی، سپاسگزار کارگردان برنامه هستم پیدا کرد. ببینید خمینی با شون کانری یکی قیافش، ببینید علی خامنه‌ای ریش تراشیده اون بالا با شما وقتی میبینینش بالا علی یعنی خامنه‌ایه، بله بدون ریش، یک انگلیسیه، چون پدرش میدونید که پدر جواد آقا، پدر آقای خامنه‌ای مهاجر روسه میگم، ولی از انگلیسی اومده و خودش قصه داره، نمیخوام اینجا وارد بشم. آقای لاریجانی رو که میبینیدم ریشش زده شده اونجا، جا ایشون رو میبینید چهره اروپایی داره، اینا غربیان و اینها همه رو استاد سیروس شرفشاهی. نما این لاریجانی رو یکی از مقامات بلند پایه امنیتی رژیم جمهوری اسلامی مهدی خزعلی اومد گفت بارها که انگلیسی اسنادش هم دارن، چون ایشون مامور امنیتی زمان رفسنجانی بود، اطلاعات کامل داره. شما ببینید اینها چهره هاشون هم، من از کارگردان سپاسگزارم رفت گشت، این عکس واقعا مال 15 سال پیشی که منتشر کردیم و موقع گفتیم دیگه تمام فیلمی رو که می‌خواستیم نشون بدیم و هر کدوم سات سیروس شرفشاهی، می‌بینید که این آخونده یه انگلیسی وقتی که ریششون رو میزنن اصلا چهره انگلیسیه و بعدم دیگه ثابت هم شد. حالا من آخرین خاطره رو نقل کنم از پدر شوهر بچه های رفسنجانی، آیت الله حسن لاهوتی. ایشون پدر دوتا داماد رفسنجانی فائزه و فاطمه با بچه های نرز کردن، ایشون کشته شد، بچهش هم کشت لاجوردی در همون سال اول انقلاب در ایران کشته شد، با اینکه آیت الله بود و از نزدیکان خمینی هم بود و تو هواپیمای خمینی به تهران آمد، آیت الله لاهوتی رو کشتن. آیت الله لاهوتی با من مشهد بود، ایشون هم مهمان من بود، براش یک کنسرت گذاشته بودم مثل حسین خمینی، چون اینا کسانی بودن که اون موقع 44 سال پیش به خمینی انتقاد میکردن، به خمینی حمله میکردن. من در رادیو تلویزیون مشهد بدون شک این برنامه هست، اونجا هم آقای لا دعوت کرده بودم مشهد، بعد از اینکه سخنرانیش در سالن مهرگان، یه سالن ورزشی بزرگی بود، انجام داد، که همین آقای ابتهی که الان همه میشناسین، چون موقع رئیس رادیو تلویزیون بود، سخنرانی رو قرار بود پخش کنه، گفت ضد امام صحبت کرده، من پخش نمی‌کنم. خب حالا همین لاهوتی استاد سیروس شرفشاهی جلو من و یک عده از سران مشهد اون موقع که الان بعضی مرده بعضی زنده به یزدان سوگند، سه خاطره تعریف کرد آقای شرفشاهی از سه تا ملا. گفت این سه تا ملا که مرده بودن وقتی ما رفتیم دفن و کفنشون بکنیم دیدیم ختنه نشدن، ختنه شده نبودن، یعنی انگلیسی. همین الان که من با شما صحبت میکنم، من سابق عکسش نشون دادم، اطلاعاتش هم دادم، اسمش هم گفتم، همین الان فرانسه دو تا فرانسوی تو حوزه‌های علمیه ایران داره که آیت الله شدن فرانسه. خب این اونم داشتم، اینه که مردم ما روشن باشید عزیزان من، گول نخورید،
نه ببخشید، نه فراموش کنید و بدانید که همه این مقدسات به جای کوروش و یعقوب و بابک و نادرشاه و رضاشاه و داریوش و اینا همه رو برای شما جاش آمدن سیدهایی رو گذاشتن امامزاده که قاتل نیاکان شما هستن. استاد فیروز شرفشاهی عزیزم. بله خیر. حالا این مسائل روز در جمهوری اسلامی که در پاریس هم شما در حال خبراش شنیدین، چه مطالب جالبی در لابلای اون شنیدین؟ استاد سیرس شرفشایی وقتی زیادی نداریم، ولی من رک بهتون بگم، خود شما هم همیشه گفتید و میدونید، جهان با جمهوری اسلامی کار میکنه. جهان جمهوری اسلامی را آورد از گوادلوب که جهان اونجا تشکیل شده بود. الان هم اگه ما به فکر این حرفا باشیم حواسمون پرت میشه. تنها کشوری که خواهان سرنگونی نظام هست اسرائیل هست. ما ببینیم که الان اسرائیل هم به گونه تضعیفش کردن در سطح جهانی، دیگه اخبار رو میشنوید. اینه که تنها راه نجات ایران آگاهی است. یعنی مردم باید از حسن صباح، نهضت حسن صباح که فیلمش مصری ها ساختن، من روش صحبت کردم، الان جمهوری اسلامی تحریمش کرد، بخشش درسته بخشش هم انتقاد داریم، از حسن صباح بایستی بیاموزیم. من در خیام و این جهان فرسوده 3 ساعت با موزیک تشریح کردم که چگونه باید با این رژیم مبارزه کرد، از درون باید باش مبارزه کرد و الان هم هنگامه ای رسیده است که از درون فروپاشیده شده، از خود سپاه گرفته تا امنیتی ها همه به فکر فرار هستند. از درون ملت ایران بایستی 10-20% شجاعانه تو میدونن، باید بقیه از این تبعیت کن. استاد شرفشاهی، فقط همین مادر نیکا و ستار بهشتی و 2-4 تا دیگه هستن که هزاران نفر کشتن، هر روز میکشن، میخوان اعدام کنن، زر نمیزنن. ننه ها همه چون حزب‌اللهی هن، بابایه چون هنوز خرج میده آشور و تاسیو شعور ندارن. یکی از کارهای حسن صباه فرستادن دایی ها یعنی روشنگرها در میان مردم بود، مردم رو روشن میکرد، میگفت آقا این سیدی که تو میگه مقدسه، این بابا ننه تو رو کشته، قاتله، بابا بزرگ تو کوروشه، اینا بابا بزرگ خمینی هن، اینا بابا بزرگ رئیسی خامنه ای هن، اینا ننه بزرگ اوی فاطمه زینب سکینه، اینا مال اوی، اینا رو باید به مردم بگن. یعنی نهضت داییان در ایران باید راه بیفته، مردم رو روشن کنن. و اگر استاد سیروس شرفشاهی، اینا به نفت و چیز و میز و ایران احتیاج دارن. ایران رک بهتون بگم، الان همه عالم میگه دیگه، ما شوخی نداریم که الان با این جنگ حماس هم که اینا راه انداختن، با این تونلای زیرزمینی کاری که کردن، الان چند ماه گذشته هنوز حماسی که داره ناز میکنه پدر سوخته نمیاد صلح بکنه، اینها استاد سیاسی شرفشاهی دنیا رو هم خر کردن. الان تو دنیا ضد یهودی اینقدر زیاد شده که اگه من خودم کلاه سرم بکنم بیام توی خیابون، روز 5-6 تا مورد داریم و دارن افراد خارج میشن از این مملکت ها اروپایی. یعنی واقعا به مرحله رسیده که فرانسه رو تشبیه میکنن با زمان ویشی که یهودی‌ها رو می‌گرفتن. یعنی شوربختانه به هوای غربی که ما رو داغون کرده، غربی که سوره روم آمده از 1400 سال پیش محمد رو آوردن که ترتیب مار بده، ما باید اینا همه رو رها کنیم، به یک چیز بیاندیشیم، نظام تازی حاکم به ایران نه ببخشیم نه فراموش کنیم. اینها به فکر من و شما نیستن آقای شرفشاهی، اینها فقط به فکر درآمد، دلار، پول هستن. صحبت‌های گورکسایروس هم دیگه اینجا براتون فرق پخش کرده، گفت نه دین نه خدا، فقط پول. اینه که حقوق بشر، حقوق بشر اینا رو ول کنین آقای شرفشاهی تو قاره. در ایران مردم بمانید، برخیزید، نیکا بشید، رهنورد بشید، قهرمانانه شکاری بشید. اینها رو با کانونهای شورشی مثل حسن صباح که خنجر در بستر شرق و غرب زمانه میزد و قدرتمند شد و تونست سالها حکومت بکنه، ضد تازیان و زبان پارسی رو مثل یعقوب لیس رواج بده، یاد بگیرید، برید درس بخونید، کتاب بخونید، یاد بگیرید، نیروهای هسته های مقاومت تشکیل بدید، کانونهای شورشی ایران رو آزاد کنید. بله، این امریکایی ها میدونین رژیم حاکم بر ایران رو بهترین حکومت برای مردم میدونن و بنابراین
چندین ساله که از اینا حمایت میکنن و همین آسد علی که به امریکایی‌ها و اینا پوش میده تحت مهمیز همین امریکایی‌ها بر اون مستند نشسته و بنابراین مشکل مردم این هست که متوجه نیستن که اصل ماجرا از خود این امریکاست، رژیمی که اینجا حاکمه مال امریکاست، بنابراین اینا دارن بهتری سود رو از همین حکومت میبرن و مردم هم گوا میکنن که امریکایی ها چون آسد علی بهش فحش میده این مخالفن اینا و باید نمیدونم امریکایی ها رو داشته باشن. نه، همین دولت امریکا مقصر اصلی تمام مسائلیه که از زمان پادشاه فقید در ایران به وجود اومده. بنابراین راه جز اینی که مردم متوجه این گونه مسائل بشن و قیام بکنن علیه این دهار سیستم و راه و روش وجود نداره برای برکناری اینا. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای سیاوش اوستا و آقای دکتر قرقزدو و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنیم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو داریم. بدرود تا درودی دیگر. سپاسگزارم. مرسی از کارگردان برنامه آقای شهرتی و سپهر عزیز.